سلام پیزود، چطوریم؟ خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه. خوش اومدید به اولین اپیزود از عرفان چیل. توی این ویدئو همونطور که میبینید موقعی راه هیجان ندارم، یعنی اینطوری که مثل تاک اگه مهراتی دیده باشین مثل اونه، یا مثلا نمیدونم لیتس تاک یوتیوبر. خب من توی این عرفان چیل یه سری موضوعات رو با چیز آروم، یعنی آروم کردم، مثل هیجان همیشه گی و اونطوری فون حرف نمیزنم و یه خورده چرونه مجلو یه خورده جدی سره. خب اولین قسمت عرفان چیل در مورد خودمونه، این در مورد نوجوانه. ببینید، من یه چیزی رو که خیلی میبینم اینه که خودشون دوست ندارن، یعنی همسن و سالای من اصلا خودشون متنفرن یا تنفر دارن به خاطر شکل یا یه سری خصوصیات اخلاقی و اینا. و من آمدم اینو یه خورده گسترده‌تر باز کنم که چرا این اتفاق میفته و چطوری خودمون یه خورده دوست داشته باشیم. ببینید دوستان، اولین چیز اینه که من تا صبحم بشینم براتون حرف بزنم شما ممکنه تغییر نکنید. پس این ویدیو برای اونایی که دوست دارن تغییر کنن، دوست دارن خوششون بیاد و انجور داستانا. خب بریم سراغ اصلا. ببینید، یه برنامه سمونم تیک تاک دیگه، اینو همه هم میدونیم. وقتی میریم اون تو، انقدر پسرهای هات و دخترهای هاتون تو هن که آدم خودش میگه what the fuck، اگه اینا مثلا اینطوری هن آدم هن، پس من چی هم؟ خب مقایسه کردن واقعا کار خوبی نیست، چون مثلا مدل های مثل کندال جنر و اینجور داستان رو میبینن و این از با ریشه غلط هن نظر من. شما اگه نمیدونم تو کار ادیت ساده باشین یا نه، ببینید دوستان، کسایی که اینطوری عکس میگیرن بهترین عکاسا و بهترین کسایی که ادیت عکس بلدن رو استفاده میکنن و بهترین گریمورا. خب پس اونا 100 کیلو فقط ادیت و نمیدونم آرایش و اینجور داستان، و نباید به خودتون که طبیعی مقایسه کنید. اصلا کار خفنی نیست این کار که شما بیایید مقایسه کنید. مثلا اون اومده که خوشگلش و اینجور چیزاشو به رخ بکشه، میدونم شما داری خودتو با یه سلبریتی دیگه مثلا مقایسه میکنی، اصلا کار خفنی نیستش از نظر من. میای این کارو میکنی، میدونم کم بوده انرژی میگیری، میگی بمیرم و اینجور داستان. Stop it. Get some help. جمع ندیم، پیشنهاد منه هر کس هر طوری زیبا از من، نه اینا بدون هیچ چیزی هم جذاب. 100 کیلو رو عمل کرده، تو هم برو عمل کن مثل اون شو. چرا دور بریم؟ چرا راه دور بریم؟ اون عمل جراحی اینطوریه، تو طبیعیت اینطوریه، باید خودت افتخار کنی. ببینید سبر خلاصه باری حرف زد، یعنی یادم نیست کامل دیالوگش چی بود. ببینید، همیشه از شما بهتر هستش، همیشه یکی از شما پولدارتر هست، همیشه یکی ازتون خوشگلتره، همیشه یکی از دوست پسرتون بهتره، همیشه یکی دوست پسرش از دوست پسرتون خوشتیپ‌تره. این اصلا مهم نیست، مهم اینه که آدم با هر چیزی که داره خوشحال باشه. از نظر من زمانی آدم اینا رو متوجه میشه که یکی پایین تر از خودشون میبینه. باید چیز کنید که همه زیبان به معنای واقعی. مشکل ما از اینجا شروع میشه که بیشتر به ظاهر اهمیت میدیم تا مثلا رفتار و اخلاق و باطن، که اصلا کار درست نیست. نمونه بارز بذارید بهتون نشون بدم که دارم با سند حرف میزنم و چرت و پرت نمیگم. البته یه سری آدم ها اصلا با سند حرف بزنه حرف خوششون رو میذارن، بعضی اصلا نمیخوان قبول کنن، نمیدونم چه مرضی دارن، نمیخوان. یعنی نه، همینطوری ما با اینکه مثلا کیوتن یا خوش کنزشتم میگه نه ما زشتیم. چی گفتم؟ کیوت و خوشی رو زشتن؟ با اینکه مثلا خوششون یه فاش خوبه، اوکیه، نمیخوان بپذیرن اینو. و اینکه من با سند حرف میزنم که زیبایی شاد اصلا چیز مهمی نباشه. امبر هرد که متنفر خوشم نمیاد ازش. ببینید امبر هرد، برید سرچ کنید، انگشت جوینی دپ رو قطع کرد، نمیدونم روی تخت جوینی دپ که خرابکاری کرد، هزار تا کار کرد. خانم امبر هرد توی یه سال شد زیباترین زن جهان. خب این براتون کافی نیستش که اخلاق و باطن مهمه و قیافه و ظاهر مهم نیستش؟ به من که ثابت شده خیلی.
بله. و مورد نمیدونم چندم خواهم بهتون بگم، اگه تو رابطه هستین مثلا، خیلی ها ممکنه که تو رابطن بعد از کات و اینا اکسشون یا هر کسی بهش بگه نه تو خیلی زشتی، تو زشتی و اینجور داستان ها، و اگه تو رابطه این هیچ موقع یه حرف رو نزنید، چون من به چشم دیدم که طرف بعدش نابود میشه. ولی آدم خوب معرفت داشته باشه، انسان باشه، دانش داشته باشه، شعور داشته باشه، کمالات داشته باشه. بس اصلا وقتی طرف زشت بوده خب تو چرا رفتی باش؟ به این فکر کنید، اگه یه نفرم این حرفو بهتون زد بهش بگید خب اگه من زشت بودم چرا اومدی با من، رفتی با کسی که خوف بوده، اینجور داستانا. این اصلا چیز مزخرفی نیستش. میدونم تو صبح بیان بهتون بگن زشت، اینجور داستانا، شما نباید اصلا اعتماد درست اون وایب منفی رو میگیرین، ولی اعتماد به نفس نباید تکونی بخوره. ببینید خودتون رو دوست داشته باشین، اگه فکر میکنید خودتون برسین، مراقبت های پوستی انجام بدین، شاید این دوری احساس رو بهتر کردین، خودتون رو بپذیرین، بپذیرین که خدا شما رو همینطوری آفریده و شب تو کار خودم نباید دخالت کردش، و اینکه همین دیگه خودتون دوست داشته. چرا خودتون رو دوست ندارین؟ این برای من جای سواله. آها چیز بعدی اینه که ببینید وقتی آدم ها میرن تو سن بلوغ روی بلوغ، نظر هر قیافشون میکوبه، کوبیده میشه، درست ساخته میشه. خب این سن اصلا نباید تزار اینو داشته باشیم که آره ماها خیلی مثلا باید الان دوف باشیم و اینجور دستان. اگه خودتون رو دارین با نوجوانای نتفلیکس مقایسه میکنین، اون کسایی که نقش تینیجر رو بازی میکنن اصلا 16 ساله نیستن، سن خر موسا رو دارن، و این کار مزخرفیه که دارین با نتفلیکس خودتون رو مقایسه میکنین. آره حتشم ما تو ایرانیم، خب ملیت چهره های عرفر روس و دیگه نمیدونم انگلیس و امریکا همه با هم فرق داره. اگه همه یه جور بودن، اگه همه یه جور آفریده میشدن، حالا فایدهش چی بود دقیقا؟ یه خورده بشین فکر کنید، من داره فکر کنید، خودتون همینطوری بپذیرید. ببینید تو دوره بلوغ خب دیگه همه تو میدونید دیگه قیافه چه شکلی میشه، پس قیافه الانتون رو نباید برین مقایسه کنید با تینیجرهای دیگه. مثلا با میلی بوی براون مقایسه میکنن، میلی بوی براون ثروتمندترین تینیجر یه سال شد، خب چون همونقدر هم ما پول داشته باشیم خب همونطور خوشگلیم و میدونم از اینجور داستانه دیگه. نمیفهم خودتون دوست داشته باشین، همه چی خوشگلی نیستش، همین دیگه. آخه همین رو بهتون بگم برم. پس خودتون رو همینطوری بپذیرید، بگید که زیبایید، و اصلا هم به حرف دیگران گوش ندین. بچه لایک، کامنت، ساب، شیر کردن این یادتون نره. دوستان دارم، خدافظ. Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy.